به نام یگانه آفریننده هستی که تمام راز و نیاز ما باید با خودش باشه و توکل به خودش کنیم. خانم ها و آقایان سلام میکنم خدمت شما. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های کافه کار. تو این قسمت هم مثل قسمت های قبلی قصد دارم تا با کارآفرینان برتر و درجه یک صحبت کنم و تجربیاتشون رو با شما هم به اشتراک بذارم. پس با من همراه باشید و بریم سراغ کافه خود. ما قصدمون اینه که با شما یه گپ و گفتی داشته باشیم در زمینه یه کاری که دارین انجام میدین و میدونم که شما تدریس کارآفرینی انجام دادین و کمک کردید به خیلی از خصوصا بانوان سرپرست خانواده و حداقل اینکه راهنماییشون کردین که کسب کاری رو بتونن شروع کنن. اول اصلا میخوام بدونم این انگیزه این فعالیت از کی و کجا توی ذهن شما شکل گرفت؟ من زمانی که اومدم برای این موضوع بخوام استارت این موضوع رو بزنم، اول خودم رفتم این هنر رو یاد گرفتم. یک هنر رو توی عرصه یاد گرفتم، روی آوردم به چرم‌دوزی. بعد از اینکه این هنر رو یاد گرفتم، دیدم که یک سری از خانم‌هایی که دور بر بنده هستن کار رو نمیتونن برن بیرون از منزل، یا اینکه بالاخره در شرایط جامعه طوری قرار گرفتن که نمیتونن با بچه و اینها کار انجام بدن. اومدم خواستم این هنر رو به اونها یاد بدم، با توجه به اینکه هنر استراتژی توی کشور ما یک هنر خیلی شناخته شده و مختص ما بیشتر ایرانی هاست، با توجه که خلاف اینکه الان در حال حاضر ترکیه و این کشورها هم دارن انجام میدن، ولی چند هنر ما ایرانی هاست و مبدأش ما بودیم. من اومدم برای این افراد در کنار آموزش انگیزه ایجاد کردم که فقط به آموزش فکر نکنن، صرف آموزش بیان به تولیدم فکر کنن. به چقدر خوب. بعد رفتم برای این موضوع با یک مؤسسه کارآفرینی صحبت کردم که بتونن در کنار اینکه یاد میگیرن مدرک بگیرن، بعد کارشون رو توسعه بدن. با چند تا از مؤسسات صحبت کردم که اینها تولید میکنن، بتونن اینها رو به فروش هم برسونن و هنر صنایع دستی رو حمایت کنم در این زمینه. برای این موضوع چند تا کارآفرین اومدن به اینا کار دادن، با یکی دوتا ستا یواش یواش دامنه گسترش پیدا کرد و این افراد تونستن الان حدود 10-12 تا زن سرپرست خانوار خودشون تو این زمینه هنر من میشن. بعد در کنار اومدم گفتم خب تو من که میتونم این کار انجام بدم، دامنه فعالیتم رو گسترش دادم. بله. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه کافه کار. امروز در غرب تهران هستیم و اومدیم از محل کار خانم کاظمی سری بزنیم، از کارآفرینایی که دور هم جمع شدن تا تولیدات خوبی داشته باشن. امروز با ما باشید تا بیشتر با این دوستان آشنا بشیم.
در واقع کار کردن یا تولید کار تو جامعه از چه سنی براتون به وجود اومد؟ من خودم که از دوران جوانی اصلا به کار فکر میکردم. البته دوست داشتم که زنان توانمندی تو ایران باشه، با توجه به اینکه هنر واقعا بین ما ایرانی ها هست، دوست داشتم که خانوم ها بتونن استقلال داشته باشن و استقلال مالی، داشته باشن. وقتی استقلال مالی داشته باشن، حرفی هم برای زدن دارن. در کنار اون هنر رو یاد بگیرن که بتونن تو خونه در کنار همسرشون و فرزندانشون در کانون گرم خانوادهشون بتونن کار رو انجام بدن. بعد از این که حالا روی آوردم به زنان سرپرست خانوار، با توجه به محیط و شرایطی که من قرار گرفتم و دیدم که این افراد توی اون محدوده‌ای که من دارم زندگی میکنم دست و پنجه نرم میکنن، بیشتر وارد دغدغه این موضوع شدم و خدا رو شکر تونست هنرهای مختلف رو هم خودم یاد بگیرم، هم به این خانوم ها بعضن به طور رایگان یاد دادم، بعد ثبت فرستادمشون برای گرفتن مدرک. بعد از اینکه یاد گرفتن، الانم خدا رو شکر مجموعه‌ای که در اختیار بنده هست یه جمع و اکیپی توی مجموعه، یه مجموعه در اختیار بنده هستش. چی اونجا رو کنن تو مجموعه؟ توضیح تو مجموعه کارگاه چرم داریم، یکی از تولیدات، یکی از برندها هستش. تو اونجا میان اونجا تولید میکنن، کار میدن، خانم ها میبرن تو خونه. بالاخره یه سری کارها رو میشه تو منزل انجام داد، مثلا برش توی اونجا انجام میشه، لیزر میخوره، اونو میبرن چسب میکنن، مونتاژ میزنن، کارها رو انجام میدن، کار در منزل میشه، برمیگردونن میارن. معرفی کتاب. همکاری. این کتاب توسط مورتون هانسن گردآوری شده است. همکاری به این موضوع اشاره دارد که اخلاق سازمانی و خلق و خو از طریق رفتار شما به کل سازمان منتقل می شود. اگر شما رفتار شادی داشته باشید و با آرامش برخورد کنید، رفتار مشترک در کل گروه منتشر شده و به یک همکاری مناسب تبدیل می شود. همکاری با هدف ایجاد سازمانی شکل گرفته که افراد در آن اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. الان توی این مجموعه شما حدوداً چند نفر فعالیت دارن میکنن؟ با پرسنلی که در اختیارشون و افرادی که هستن، حدوداً میشه گفت نزدیک 40 نفر. 40 نفر. 40 نفر که فقط نمیشه گفت بگیم 40 نفر. اگه بخواید به از لحاظ خوردش نگاه کنید، مثلا اون 40 نفر 40 تا خانواده. 40 تا خانواده، در کنارش اون خانواده احتمال داره 2 تا 3 تا. ما دنبال این بودیم که آوردهی برای محله خودمون داشته باشیم. این یه جامعه، یه بار کوچیکی از سطح محلمون برداریم و بتونیم این افراد رو توامند کنیم. با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور الان خیلی شرایط بدیه، اینها رو تونستیم با این نحو حمایت کنیم، با کمتر گرفتن اجاره فضاییم که ما در اختیارمونه، مثلا از اینا پیش پول پیش نمیگیریم، میتونیم فضا رو در اختیارشون بذاریم، کلاس هایی رو براشون میذاریم. در کنار این که دارن اینها اینجا تولید میکنن، فقط کارآفرینی رو تو بحث درآمدزایی و پول نگاه نکنن، براشون انگیزه ایجاد کردیم، کلاس های کسب و کار داریم براشون برگزار میکنیم، بوم داریم میذاریم که خلاقیت داشته باشن، ریسک پذیر باشن، یعنی با کمترین هزینه بخوام بتونن توی روی پای خودشون بایستن. هدفمون دقیقش فقط کسب و کار خونگی چیه تعریفش؟ کسب و کار خونگی اینه که طرف بتونه هنر دست خودش رو، دستاورد خودش رو، حالا میتونه حتی یه آشپزی باشه. ما تو مجموعه که داریم یه کارآفرین داریم که اینجا بعضا میاد با خانوم های سرپرست خانوار کلاس گذاشته. خانومی مثلا مرغ رو خیلی خوب میپزه، یه فوتی رو بلده، یا قیمه رو خوب میپزه، یک بار یک پرس رو میپزه، ایشون تست میکنه، اگه المان هایی که نیاز داره داشته باشه، روزانه 10 تا بهش میگه قیمه بپز. خب. من میفروشمش، من برای جامعه هدف و فروشش رو برای تو ایجاد میکنم، پیدا میکنم. بله. شما بپز با اون متریالی که ما در اختیارتون میذاریم. به نظرم این رو بیشتر میشه گفت کسب کار خونگی. یا همون شیرنیه. شیرنی رو طرف تو خونش میپزه، درست میکنه. ولی در کنارش به این خانوم ها من آموزش دادم که فقط تولید مهم نیست، بسته بندی خیلی مهمه. اون کادو پیش کردنش و ارزش خیلی مهمه. در کنار این کلاس هایی که ما توی به جز کارآفرینی که داریم، به اونها درس میدیم که این
کادو پیچ کردن و عرضه خیلی براشون مهم باشه. طرف تولید رو میکنه به بهترین کیفیت، به بهترین، شاید از یک برند و یک شرکت خیلی بهترم تولیدش بکنه، ولی نمیتونه اون المان‌های خاص و اینکه طرف رو جذب کنه که این رو بخره رو نمیتونه رعایت کنه. به جای استخدام افراد با مهارت، افراد با اشتیاق را به خدمت بگیرید. داشتن اشتیاق یکی از مهمترین دلایل در رسیدن به موفقیت است. اگر شکست بخورید ممکن است ناامید شوید، اما اگر تلاش نکنید قطعاً شکست می‌خورید. تفاوت افراد موفق با دیگران به خاطر ضعف در قدرت یا دانش نیست، بلکه به دلیل ضعف اراده آنهاست. بدون شک با برنامه ریزی و تلاش موفق خواهید بود. شما تا حالا پیش اومده براتون که بخواد یه فرصتی جلوی پاتون قرار داده بشه که از کشور برین؟ چندین مرتبه. چرا نرفتین؟ عرق ملی. فقط عرق ملی بوده؟ من خب با توجه به شرایط خود خانواده. اینجوری بگم، عرق ملی یعنی چی؟ از تعریف نگاه شما عرق ملی یعنی چی؟ من کلن کشورم رو دوست دارم. شاید باورتون نشه، من تو دوران دانشجویی همون زمانی که تو بحث گردشگری ورود پیدا می‌کردم، من هفت ترم بورس شدم فرانسه. ولی به خاطر اول به خاطر خانواده‌ام نرفتم. بعد دیدم که خب من شخصا خیلی از جاهای ایران رفتم دیدم که شاید اگر بحث گردشگری خود کشور ما بولد بشه، شاید باورتون نشه، ایران خودش چهار فصله، هر فصلش یه زیبایی خاص خودش رو داره. اقتصاد خانواده خودتون به عهده شماست یا همسرتون خانم کاظمی؟ من خودم مستقلم. همسرم. مدیریت اقتصاد خانواده رو کی انجام میده؟ هر دو با هم؟ سکان کشتی در اختیار خانم خاصه. در اختیار خانم خاصه. و درسته که این قضیه به نظرم باشه. اگر آقایی که زرنگ باشه و دخل و خرج رو همسرش بسپره، هم خانم بهتر میتونه مدیریت کنه. مطمئن باشه که آقای پیرم نمیشه. چون دخل خرجه رو دیگه نداره. ما توی اوایل زندگی من بهش میگفتم دوست دارم که یدک باشم، مثل لاستیک یدکم، ولی انقدر با هم بارو بلند میکنیم. خدایی خودش هم خیلی توانمنده و خیلی حمایت کرده منو، ولی من میدونم که زرنگی کرده حمایت خیلی گردم من و این هنر خودشه. ممنون که به کافه ما اومدید و صحبت کردید با هم. من که لذت بردم، شما هم سلامت باشید. خیلی ممنون. قربان شما. ممنون.